سلام شکرده عزیز امیدوارستم که همتان جور سلامت باشین همتان خوب باشین و همتان بله با صافیت باشین و هز رخصتی ها استفاده درست بکنین و در سایتتان بخوانین و کارهای خانگی تان درست انجام بدین شکرده عزیز قسم که به درس گذشته برتان گفته بودم که درس گذشته ما چی بود درس حضرت عمر فاروق بود درس گذشته ما چی بود؟ درس گذشته ما عزت عمر فاروق بود که برتان گفته بودم که درس عزت عمر فاروق صفحه چند بود؟ صفحه پنج کتاب ما بود بینید صفحه چند بود؟ صفحه پنج کتاب ما که ما درس عزت عمر فاروق خواندیم متنش خواندیم و فهمیدیم که عزت عمر فاروق چیست یار دوم حضرت محمد صلی الله علیه و است و قسم خلیفه دوم اسلام است و ببینید که برتان چی کردیم سوالا برتان گفتیم که سوالا حل کردیم و کار هم برتان دادیم و متن درس هم برتان گفتیم و محتویات درس هم گفتیم که حضرت محمد صلی الله علیه یار دومش کی بود عزت عمر فاروق بود و ببینید شاگردای عزیز امروز درس امروز ما که صرف چهارم است و مضمون دری است و موضوع درس ما چی است فعالیت هاست که فعالیت های ما ببینید صفحه چند کتابتان است صفحه شش کتابتان است که فعالیت ها را ما امروز انجام میدیم که ببینیم که در درس ما چی فعالیت های وجود داره در اینجا ببینید شاگرد عزیز دای این صفحه گفته که فعالیت ها گفته بخوان و چیکو بنویس یعنی بخوان و بنویس یعنی به معنای چی یعنی که ما این متن میخوانیم و نوشته میکنیم در اینجا بینید که در گفته که متن را خاموشانه بخوانید یعنی وقتی که در خانه می کتاب آواز میکنین و متن امی متن کتاب یعنی امی درس چی میکنین به شکل خاموشانه یعنی به شکل آرام چی میکنین متن میخوانین و در گفته که متن درس را با آواز بلند بخوانین یک دفعه گفته که خاموشانه بخوانیم و یک دفعه گفته که با آواز بلند بخوانیم یعنی چی وقتی که ما خاموشانه خواندیم غلطی های ما اصلا شد و یک بار چی میکنیم او را با آواز بلند میخوانیم که آیا ما می درس یاد گرفتیم و یا نگرفتیم در اینجا ببینید که گفته کلمه های متضاد شب آسان و عدالت را گفته بنویسید ببینید که در اینجا ما سه کلمه داریم که این سه کلمه رو بر ما گفته که کلمه متضادش متضاد یعنی شاگردا چی یعنی تضاد یعنی برخلاف هم دگر. ما کلمه هایی میبینیم که در این ببینین یک کلمه است کلمه عدالت بر نظر شما متضادش چی است عدالت برابری متضادش چی است آفرین میفهم که شاگرده عزیز میفهمین اما ما براتان یک دفعه دیگه هم میگم خیر است عدالت یعنی بی عدالتی. ببینین در اینجا چی بود؟ کلمه عدالت و متضادش چی است؟ بی عدالتی یعنی بی انصافی. ببینید یعنی عدالت بی عدالتی دیدین شکر عزیز؟ کلمه متضادش فامیدین؟ عدالت بی عدالتی ببینین شکر عزیز در اینجا کدام کلمه است؟ شب شب که تاریک میشه برقا گل میشه به نظرتان کلمه متضادش چی است؟ برخلاف کلمهش چی است؟ آفرین کلمه روز یعنی شب پشتش چی می آید؟ روز پس وقتی که کلمه متضادش چی است؟ روز کلمه شب متضادش چی است؟ روز دیدین شاگرد عزیز؟ شب و یه چی؟ روز کلمه متضاد همدیگر است خواه شاگرد عزیز در اینجا ببینید که کدام کلمه است؟ آسان یعنی بسیار ساده و آسان یعنی به نظر شما کلمه ساده آسان چی باشه متضادش مچم من خونه میفهم شما می جاگرده نه، من میفهمین پس اینا رو برتان من میگم که کلمه آسان متضادش چی است ببینین سخت آفرین شگرده عزیز کلمه آسان متزادش چی است سخت یعنی برخلافش یعنی برعکسش یعنی مخالفش چی است سخت ونی آسان و سخت کلمه متضاد همدیگر هستند که ما کلمه های متضاد همدیگر را دیجه گفته که کلمه های متضاد شب آسان و عدالت بگوین که قسمه که ما براتان گفتم کلمه های متضاد در اینجا گفته که ببینید در قسمت پایانش سوال پایانش ببینید که گفته که کلمه های زیر را با جمله های مناسب با کار برده و در کتابچه هایتان بنویسید ببینید که ما اینجا چند کلمه داریم کلمه هایی که گفته شده در اینجا بیرین عدالت در ایجا عدالت چی بود؟ انصاف در عدالت انصاف برابری در ایجا سکرین که عدالت از چند حرف تشکیل شده این دال الف لام ت چی میشه؟ عدالت عدالت از چند حرف تشکیل شده بود؟ این دال الف لام ت عدالت اینا رو که ما به می عدالت چند حرف دیگره که حرف اولش عین باشه چی میکنیم؟ فرمسال عینک فرم عینک چی است؟ کلمه اولش چی است؟ عین فرم ما یک کلمه که در وسطش عین بیاره چی میکنیم؟ بسد بسد عرف دوم ما چی عین می میاد فرم یک کلمه دیگره ما چی میکنیم که به آخرش عین بیاره چی است؟ ممنوع ممنوع چی میشه؟ آخرش عین میه و عین پوره ببینید که داخلش ممنوع چی آمد؟ عین آمد آفرین پس انا رو که عدالت چی است؟ عدالت برابری انصاف خوش اگر عزیز کلمه دوم ما رو ببینید که چی است؟ مشهور کلمه چی است؟ مشهور ببینید که کلمه مشهور از چند چیز ساخته شده؟ میم شین هچشمه و ری از چند حرف تشکیل شده؟ از شش حرف میم، شین، هچشمه و ری ببینید که عرف اولش چی است میم، مشهور میم، مشهور ببینید که ما در عرف میم چند حرف دیگره ما میتونیم که میم دو باشه ما برفرم با سال میگیم که مهربان مهربان چی است؟ عرف اولش مثل مشهور واری میم است مهربان عرف اولش چی است میم است ما میگیم که محمد صلی الله علیه و سلام محمد هم عرف اولش میم است و هم عرف سیومش میم است چی است محمد صلی علیه و سلام عرف اولش و عرف سیومش چی است میم است ما میگیم که معلم 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 هم عرف اولش و هم عرف آخرش چی میایه؟ میم میایه پس ببینین مشهور مشهور چی معنا داره؟ مشهور یعنی به شهرت رسیده یعنی شهرت مشهور یعنی شهرت رسیده ببینین در عرف دیگه است و یا کلمه دیگه است که به نام چی است؟ خلافت خلافت ببینین که از چند حرف تشکیل شده خاخه، لام لا ف ت خ لام لا ف لا چی میشه خلافت چی میشه خلافت ببینید که خلافت چند حرف دیگر است که ما میتونیم چند کلمه دیگر را هم به حرف خ ما پیدا کنیم فرض سال خداوند جل جلاله خداوند جل جلاله چی است حرف اولش خ است و فرض کلمه دیگه را میگیم که در حرف وسطش خ بیاید فرض افتخار افتخار چی عرف وسطش خی میگه فرمسال ما میگیم که کلمه رو میگیم که عرف آخرش خی باشه فرمسال بلخ بلخ چی است؟ عرف آخرش خی است پس بیدین خلافت یعنی خلافت یکی از خلیفه ها یعنی فرمسال خلیفه یا م... چیزی که ما چی کریم او را یعنی شهرت داشته باشه و خلافت داشته باشه یعنی به با مقام رسیده باشه اینا نشکرده عزیز در اینجا کلمه که بر ما داده شده بود ما سه کلمه معنایشه و نالا این سه کلمه گفتن که در جمله استفاده کنین در جمله استعمال کنین که این کار خانگیتان باز می باشه در اینجا بینید این شکرده عزیز که گفته بشنو و بگو در اینجا بشنو و بگو یعنی چی؟ یعنی که بشنا و یعنی پاسخشه سوالشه بشنو و پاسخ بگو یعنی جوابشه بگو در گفته که عزت عمر فاروق رضی اللہ کی بود؟ عزت عمر فاروق کی بود؟ عزت عمر فاروق یکی از خلفای راشدین بود و یکی از یاران عزت محمد صلی الله علیه و سلم بود. سوال دومش گفته که در مورد عدالت عزت عمر فاروق چی دیجه ببینید سوال دومش گفته که در مورد عدالتش ما بسیار چیزها میفهمیم و خاطر از اینکه حضرت عمر فاروق بسیار عادل بود و بسیار زیاد انسان بود که وطن دوست و بسیار انسانه بود که مردم دوست بود و از غریبا بسیار زیاد حمایت میکرد و حتی شب و روز در کوچه ها میگشت و تا که کی مشکل داره و کی مشکلش حل بکنه و همه قسم ببینید که یک آدم بسیار خوب بود و یک آدم بسیار عادل بود که عدالت بسیار زیاد برقرار کرده بود قسم که تا امروز هم در اسلام چی است نوشته شده و افتخار شده و افتخار میکنیم سرش در اینجا ببینید که گفته معنای کلمه های زیر را چی کنین؟ بنویسید گفته فاروق یعنی فرق کننده عدالت یعنی انصاف و مجروح مجروح یعنی چی؟ زخمی قسمه که در لغت است و ببینید که بخاطر که لغت ها فراموش نکرده باشین و لغت یادتان نرفته باشه ما لغت ها چی میکنم؟ یک بار دیگه هم برتان تکرار میکنم ببینید فاروق فرق کننده حق و باطل فاروق فرق کننده حق و باطل عدالت انصاف یا داد عدالت انصاف یا داد خلیفه جانشین خلیفه جانشین افتخار فخر کردن افتخار فخر کردن مجروح زخمی مجروح زخمی لقب اسمی که به آن شهرت پیدا کرده باشند و یا اسمی که کسی که یعنی شهرتی می داشته باشه و او رو چی میکنن برش لقب میگذارن و اگر عزیز فراموش نکنین که این لغت که برتان یک بار دیگه از خاطر خواندم که چرا که فراموش نشده باشه چرا که درس گذشته بود به یادتان آمده باشه پس نه عزیز در اینجا در پایان ببینید که گفته که کمی چند کلمات ها، که کلمات ها که برتان گفتیم بوده در جمله چی میکنین میارین که در چی بود؟ کلمه های فاروق، عدالت، مجروح در فاروق عدالت مجروح ایده در کتابچه هایتان نوشته میکنین و یک, یک جمله برش میسازین و همه قسم شکرده عزیز فراموش نمیکنین که درس عمر فاروق ها. یک بار به با کتابچه هایتان یک بار دیگر میکنین به خاطر ازی اگر ما زیاد نوشته بکنیم هم خط ما خوب میشه و هم املای ما خوب میشه و ما میتونیم که خط بسیار مقبول داشته باشیم خوش دا عزیز امیدوار که ازی درس چیز فامیده باشین و یاد گرفته باشین و کارهای خانگیتان انجام بدین و در سایتان تعقیب بکنین و در سایتان همیشه بخونین به خاطر که بر ما بسیار مفید است اگر دوباره ما به مکتب های خود بریم و در مکتب ها شروع شوه و در سایه رو شروع شوه ما میتونیم که چیز آموزش بکنیم یک چیز یاد داشته باشیم و میتونیم که با افتخار بچگی خود بشینیم و هم چیزهایی که یاد داریم بیان بکنیم پس از این فرصت استفاده بکنین و در سایتان همیشه بخونین و کارهای خانگی تان انجام بدین تشکر از به وقت تا نگرفتم و با در سایت بر دست های ما گوش دادین تشکر میکنم و همتون به حلای پاک بینیاز مسپارم و همه دوست دارم و شاگرد عزیز خدا به خداوند مسپارم امیدوار استم که همیشه جور صحت باشین و متوجه صحت تانم باشین و همیشه تان با بسابون بشوین و در خانه بمانین و درس های خدا بخانین